طوری شده داداش، مشکلی پیش اومده؟ بفرمایید. شما نزدیک بود منو بکشین. من که داشتم اینو میدادم تو این کارتونه، تو خودت یه انداختی وسط. ما این کوچه خیابون جای این کاراست. اگه من نبودم جای من یه خانوم بود چیکار میکردین؟ من مردم ما یه فیمینیست هم به ما گیر داد. داداش گیرت رو ما برمیداری یا نه؟ حیف که مسئولیت اجتماعی اجازه نمیده کنار این مسائل خیلی ساده عبور کنم. میخواد سه کار میکنم. حیف تو نیست ما این جوونی میخوای دزدی کنی؟ فال وجه چی دی هستی؟ همینجوری راه میفته تو خیابان فضل خورتکی به مردم میگی دوز؟ صفحه 544 خط 5 تذکر 20 از هشدارهای پلیس. میگه هر موقع یه آدم یه مدت طولانی میشینه یه جا، یه خونه ای جایی رو زیر نظر داره، باید بهش شک کرد. خواهرش داری یاره؟ دقیقا بلد این تومتی هم که میذاری اثباتش کنه دیگه نه؟ من دیگه شک ندارم شما یه دوست هستی، مطمئنم. بله. سلام زرایا. کجای پس بابا؟ اگه من قرار نشد امروز زودتر بیای. چرا میام؟ فقط یه مشکلی پیش اومده، باید زنگ بزنی فریدون سند بیاره. سند دیگه برای چی؟ حالا میگم. باز چی شده؟ آدرسو بگم یادداشت کنی؟ بگو. ببین. بگو به جون خودت. خودتو میگی نه من. بگو قیمت خرید دارم باش حساب میکنم. بگو این ماشین یه حسن خوبی که داره اینه که فنیش یکه، ببره به اندازتش تو کوه کمر. آخ گف مال من. چی آقای میسی تا من بیام؟ یه مشتری سپردیم دستتو؟ باید تو سر حیف نونت کنم. خیلی خب بابا گوشی رو بده به خودش، مردشو رو خودتان ببرم. سلام. باز دوباره با اجازه جناب سروان من یه لحظه. اسم چی بود؟ فیروز. آقا فیروز مسخره میکنه؟ خود گفتی فیروز. من سه فیروز خیلی بیام. حله شمه بلی سالا چون اگه من الان اینجا فقط به خاطر یه چیزه، اگه شکایتتو پس نگیری این بابا رو شرش رو از سر ما کم کنی، یه لطفی بزرگی به اون کردی که اون سرش ناپیدا، یه موجبونی درست هم پیش من داری. منتاش اگه الان اینجا فقط به خاطر اون خواهر خلوچلمه که نمیدونم روز خواستگاری چی تو این یارو دید که بله رو بهش گفت. این مایم برگرد تو جیب دیگه بردتش دیگه خواهدنی. الو آقا، عرض ارادت. نگفتی چطوری تونستی ازش رضایت بگیری؟ خیلی کینه ای بود. گفتم این پسر میره چش و چهار ماست، یه شب تو حبس بمونه گوش به تن هممون آب میشه. دلش به رحم اومد. بله خیلی ممنون. این بابک شوهر خواهر مایی، دوست داریم درست، اما خدایش دیگه کم آوردی بابا. نمیشه هر کی تو خیابون میبینی که بخوای دوز کلا بردارش ببندی که. اما مطمئنم این دوز بود. اون بیسیتا قبلی را مطمئن بودی. ای بهت میگم این فیلمای پلیسی رو نگاه نکن، مخت رو مسموم میکنه، گوش نمیدی که. آقا اصلا گیران طرف دوز بود، تو رو سننه. تو من پلیسی فکر میکنی مثلا وسط تو خیابون نصیحت کنی پا میشه میره آب توبه میریزه رو سرش آدم میشه؟ ابدا. تو دیدی راست میگفتم دوز بود؟ ای نامرد، خود نامردش بود.
ولش کن بابا، بیا بپر بالا دیره، میرسونم. ماشین خریدی؟ بپر بالا، دست نزن، مال نمایشگاه است، بپر بالا میرسونم. عزولانی سلام سریا. بابک جون سلام. سلام. سلام خسرو خان. مگه سر برج شما کسی که منو میکشی؟ مخلص بابک جون خودم هم هستم. کی حرف کرایه رو زد؟ بفرمایید دادش. دست شما درد نکنه. این چیه؟ این حکم تخلیه است. دستتون. یه هفته وقت دارید. بله. آخه چرا خسرو خان؟ سلام آبجی. راستش همسایه‌ها جمع شدن، استشهاد جمع کردن که آقا بابک دور از جونش زبونم لال، خلوزی چیزیه، باید از این محل بره. اصلش هم تو کلانتریه. این امضای کیه؟ این الان امضای کیه؟ این کدوم یکی؟ این امضا شهرام شینوسکه است. شهرام شینوسکه کدوم بود؟ شهرام شینوسکه همون که موهاشو فرقش هم وسط واز میکنه، گفتی زنشو کشته انداخته صندوق عقب ماشینش. چقدر امضاش قشنگ. ببین سرایه، آره خیلی پسر خوبیه. این امضای کیه؟ اون یکی برام موشوگه، همون که دماغش گنده هست، میگفتی خفاشی شب اصلی اونه، اون یکی رو اشتباه گرفتن. آره این ببین چقدر احمقه، نگاه کن عقب افتاده، چهار تا خط کشیده یه نقطه وسطش. این امضا ساخته، این مالی کیه؟ این که امضای منه. شما گفتین تقصیر نداری. من بی تقصیرم خانم. راستش تو این شیش هفت ماهی که شما اینجا بودید، من سر و کارم با قرص اعصاب افتاده، دستم داره میلرزه. نگاه کنید، از بس همسایه ها اومدن شکایت آقا بابک رو کردن، بچه ها به هم سنگ پرت میکنن. اشکال نداره، این صابخونه های دیگه هم همینو میگفتن به ما. یه هفته او، یه هفته آدم میتونه ده بار خونه عوض کنه. او سرعی چند تا کارتون جدید گرفتم، کیف میکنم. یوگی و دوستان جدید، کلا قرمزی و پسر خاله، این پیناکیو با زیر نویسه، گفت کیفیتش عالیه. میذاریم ببینیم چیه. ها تو چی شدی ها؟ خسته شدم بابک، از بس که تو هر خونه این رفتیم و بیرونمون کردن. ناراحت نباش، من سریع خونه پیدا میکنم. تو هم که این خیالت نیست، من جای جفتمون باسته بخورم. من فردا میرم دنبال خونه، تو ناراحت نباش. با این پولی که ما داریم موندم همینجا، هم چجوری بهمون اجاره دادن؟ من یه عالمه تر دارم، بعد با اون آقای صحبت کردم، گفت ظرف یه هفته بهت خبر میدم که اون تر دزگیرم میخره یا نه. بابک که قرار بود این تر رو تو بخرن، حداقل حالا یه نفر پیدا شده بود یه دونش رو میخری. تو میگی چی کار کنم؟ این بابک بیا برو سر یه کار ثابت، کاری که زندگیمون از این بلا تکلیفی و بیپولی در بیاد. آخه تو که میدونی من پشت میز نشستن متنفرم، این پشت میز نشستن خلاقیت منو نابود میکنه. کی گفته بشینی پشت میز؟ دیدی که داداش فریدونم صد بار تا حالا گفته لب تر کنی بعد کار توپ پیدا میکنه، خود هم که خلاقی، مهندسی، با استعدادی. دیگه اون وقت ناراحت نیستی؟ نه، فقط بعد بهم دو تام قول بدی اینکه هر کاری که داداش فریدونم برات پیدا کرد بری، دیگه هم تو زندگی مردم دخالت نکنی. اون تو کار مردم که ارادی. بابک خسته شدم دیگه، بس کن. اگه زندگی مشترک اینه، اصلا من نیستم، نمیخوام. باشه چشم، هرچی تو بگی.
تو فقط ناراحت نباش. بابر اینا چیه میبینی؟ بابک خوابی؟ نمیدونم چرا با تو ازدواج کردم دیوونه. یه حسن خوبی که داره اینه که فنیش یکه، ببره بندازتش تو کوه کمر. آخ گفت مال من به جون عزیزت ضرر نکردی. آقا مبارکت باشه. چه شمایی؟ سلام علیکم. شما طبق عادت کلیدو انداختین و اومدین تو. سوری کوپه نیست؟ سوری بابک جانم. یعنی سوری اون زنگوله رو نونده به پاد نصف شب راه میفتی میری تو کوچه خیابون؟ آه بعضی وقتا. خواهر ما کل تهرون رو میگشت و عتیقه ترس رو پیدا نمیکرد. اما خدا وکیلی توب تر از من برادر زن سراغ داری؟ بله. شما یه حسن خیلی ویژه و خوبتون اینه که تا خاورمیانه شمال آفریقا تا اونجاها تکیم. آه خوب بود، خوشم آمد. حالا کجا شدیدی؟ هم خونه واسط پیدا کردم هم کار. باز برو این ورانوه بهشون بگو فریدون قالتقه. من کی گفتم؟ نگفتی؟ نه رو واقعا پیدا کرد. چقدر خوب. سلام داداش، کارتونا پشت دمار توه؟ سوری تو چرا این بازک زنگوله پاره نفرستی دنبال نون؟ دختر خونه بود نمیذاشین دست به سیاسفید بزنه. داداش از خونه چه خبر؟ والا اگه این شاخ شمشادتون پاشه یه تنبون بکشه به پاشه اون زنگولشو واکنه میریم خونه رو بهش نشون میدیم. خونه مال بابای رفیقمه. به به. طرف این که آدم گیریه آسی میکنه هر کسی رو که بخواد مستجرش باشه. اینه که اجارش مفته. از شانس شما از دیروزم که زده بیرون این که همچین مخش قرقاش کار میکنه. بله. هفته گم و گور شده. اجالتا کل ساختمون یه جا دستتونه. چخ. یه کارم واسه آقا پیدا کرد. راست میگی؟ چه کاری؟ مونتاژ. ببین چه اخوی بابک برشت هم میخوره. پس چی؟ فکر کردی ما واسه دوماد مهندسمون کار بد پیدا میکنیم؟ کاخونه الکترونیکیه؟ الکترونیک کیلو چنده سوری؟ عروسک سازیه. عروسک سازیه. ببین اینا همش سوا سوا میاد. وقتی اینجوری سوار میکنی رو هم مونتاژ شده میره. درست کار کنی ها قشنگ ماهی 400-500 تا زدی تو جیبت. تو هم بد نیست کمکش کنی. یه وقتی چشاش بابا گوری شد. آه چیه؟ هست کردی نه؟ خونه رو که دیگه ببینی از خوشی سکتر رو زدی. سکوت حال میکنی؟ به به جون میده واسه تو که یه دم تو هپروتی رو داری طرح و نقشه مزخرف میکشی. همسایه نگو بگو کره. فقط محلش یه جوری نیست؟ تو هم یه جوری هستی. بیا رئیس اینم خونت. بیارم جانازه شده باشم خوبه. سلام عرض شد. حالا شما خوبه؟ چیه؟ بفرما خانم حویشام هم داریم. کلکسیونه خلوشله محل جور شد. شما یه تهرون رو میگشتی نمیتونستی همچین محلی بر ما پیدا کنی. با
اون پولی که تو داری میخواستی تو ونیز واسه خونه دست پا کنم؟ بفرمون تا اینم از دستت نرفته. بابک، بابک اومدم، اومدم. اومدهش بگو فریدون خان نیست. چه میدونم بابا، اون دست زن و بچهشو گرفته رفته شانزلیزه خرید رخت و لباس، به این زودی هم بر نمیگرده. خب بدون طلاقش دادم، اصلا بگو رفته یه زن دیگه گرفته. گوشی بگردونت فرم بده من. همه جون بده من، بده من سنگینه. همه تو کار مردم دخالت نکنین دیگه. بده من سنگینه. همه خودم میبرم. خیلی خوب، بیا ببرش دیگه. خب سنگینه دیگه، نمیتونی بدش به من. خسته شدی، بشین یه ذره استراحت کن. سروشان بله همه خیلیش مونده همه جون درشتش مونده که باید با عمو بابک با هم دیگه بیاریم. مگه بابا فریدونت کمک نمی کنه؟ میگه دیسک شد کرده. مگه بابا دیسک کمر داره؟ نه. اوه سروشان، عمو جان، عمو این عینک منو ندیدی کجاست؟ امو اینک نزدی؟ نه امو. امه کجا داری میری؟ سروش امو اینک نداره. اوی تو چه اینجوری؟ باره اینک من نمیدونی کجا؟ نه تو خودم از خربازه نگار، بار بذارم اون وسط. بیا بهت یه پاش بدم، یه آب، یه شربت، یه چیزی بگیریم. بچه هلاک شد. چی شد؟ ایچی سالم. سلام خانم، حالتون خوبه؟ تو هم با اونایی نه؟ با کیا؟ دست همتون توی کاسه است، میدونم، ولی من نمیذارم از دستم در برین. رسواتون میکنم. من فقط آب خنک میخواستم اگه امکان داره. خودم میفرستمتون زندون که اونجا تا دلت بخواد آب خنک بخوری. پیرمرد بیچاره صاحب اون خونه چه آزار رسونده بود بهتون ها؟ سلام. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبی؟ ممنونم. محسن هستم، همسایه‌تون. دارین اسباب کشی میکنی؟ بله. میدونستم میومدم کمکتون. سلام خانم. بده نگیر، مردم این محل آدم های خوبی هن. فقط یکم با غریبه ها مشکل دارم. از یه طرف هم خوبه، دیگه کسی نیست سرک بکشه تو زندگیت. بده من با صدا بش کنم. زحمت میشه. دست به اساسا نزدیم تا من بیام. خب؟ خیلی ممنونه. آه چیه رفیق پیدا کردی؟ عجب آدم خوبیه. توی این محله جدید آدم به این خوبی نوبره. گفت میام کمک. اصلا داری میگی که منو خیت کنی؟ باورت نمیشه دیسکم اوت کرده؟ من مگه میذارم تو با این کمرت دست و اساسا بزنی؟ سالاری. آقا بفرما دست شما درد نکنه. دست درست سالا. زحمت اینو بده به این بچه ما تو راپله وایساده. نه من میبرم. من با تو واسه کارت دارم. این بابک تو این سروش ما رو میخواه؟ من چی رو میخوام دقیقا؟ سروش رو بردار مال خودت، خیرش رو ببینی. آقا خرجش هم ماه به ما میارم میزنم کف دسته. تو هم که بیشتر از من دوست داره. چرا پرت و پلا میگی؟ باور کن با تو بیشتر حال میکنی تا با من. چپ و راست را میره این وردار میگه بابام آدم قالتاقیه. کی هرچی حرفی زده؟ نگفته؟ به هر حال اگه خواستی من مشکلی ندارم. بچه خوبیه، ضرر نمی کنی. حسن خوبش هم اینه که عاشق خلوازیاته. خوب آقا شروع کنیم. دمت گرم قربان. حالا که از یه دستی به جون بود اما شالله برو بالای کاناپه رو اونورش رو بگیم. خوبیه. یواش یواش بیا بیا.
یواش زحمت شده ببخشید نبوس زحمت یواش بیا فقط یواش یواش دمت گرم بیا شما درد نکن بفهم قربونه بابایی برم خسته شدی نه بیا آره خب اصلا بابا خسته نمیشه که بیا یه جایزه بهت بدم پول دارم خب بیا یکی دیگه بگیر دیگه نه دارم باش هر جور دوست داری بیم بابایی عمه سرعیه رو دوست داری عمه بابک رو چطور عمه بابک بیا میخوای جامونو عوض کنیم اون بر سنگین تر جان نه ها نه. مطمئنی نه ها نه عوض کنیم نه 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 اینجا بود با این پا میخوای تو خونه من راه بری؟ نه باید اصلا راه نمیرم دوباره تو خواب راه رفتی؟ یه چرخ کوچیکی تو محل زدم با کاری هیچ کسام کار نداشتم چشمان چرا اینجوری شده؟ به خاطر مونتاژ فریدون که گفت بابا غوری میشه الان چشمات بابا غوریه دیگه
احساس میکنم بوز غنی هم عود کرده. پاشو برو، پاشو برو خودتو تمیز کنیم، چه وضعیه؟ پاشو بهت میگم. داری میره. با تو هم میگم پاشو. سروش خان صبونتو بخور، خودم میرسونمت مدرسه. امروز جمعه است، مدرسه ها تعطیله. بعد از ظهرم خودم میام دنبالت، برات میگردونم خونه. ما که نمیدونیم تو این ملکی ها زندگی میکنن، یه وقت میدوزنت، کلیاتو میفروشن به خارجی ها، خودت هم میکشن، چال میکنن تو باغچه. باشه، هر وقت چیزی به فکرش میاد یا کار کماتش گل میکنه این شکلی میشه. بابک. بله سبا خواهد. سرحی خواهد. داری رو تر جدیدت فکر میکنی؟ نه نه، فقط مونتاژ. فقط مونتاژ. فکر کنم شکرمون خراب شده. پس سبک خان کیه؟ دوباره ماجراجویی؟ دوباره کارگاه بازی؟ حرفو میزنه. من بهت قول دادم ماجراجویی تعطیل تعطیل. بابک دوباره هم از اینجا بیرونمون کنن، بعد بریم زیر پل زندگی کنیم. ما نه نه، زیر پل نه، زیر پل نه. من نمک بود. چیو؟ کارگاه بازیه دیگه. من که معلومه امی جان. تابلوه. سرعی ها فهمیده؟ فرای من دیگه نمیتونم سروش بهت نگم. من قبل کسی نگفتم دارم میترکم. به سرعی ها نگی ها. قهر میکنم میره خونه با آوازو. بول میدم بهش که نگم. این همسایه بغلی هامون آدم کشن. یکی رو کشتن، چال کردن تو باغچه شون. راست میگه امون؟ کیو؟ نمیدونم، موقعی که من رسیدم داشتم باغچه رو پر میکردن. فقط میدونم اسم رئیسشون سبک خانه. سبک؟ سبک اسم نیست. اما جنازه رو خودت دیدی؟ من جنازه رو ندیدم. موقعی که رسیدم داشتن چاله رو پر میکردن، ولی وقتی یه چاله میکنن به اندازه یه آدم، نمیخوام که سبزی بکنن ساعت 4 صبح 3 صبح. سروشم راست میگی. البته عینک نداشتم، خیلی واضح ندیدم، مطمئن نیستم اون چیزایی که دیدم درست بود یا نه. پس باید اول مطمئن بشیم که خواب بودی یا بیدار. باری اما میتونم ببینم؟ بارم اما همین مدره دیدی شم؟ ای خود نامردشه. این ریگ به کفشش نیست، برایشی داره زاخسی های ما رو چوب میزنه، داره با دوربین ما رو نگاه میکنه. پس خواب نبودی؟ نه خواب نبودی. بچه شما کمردنتون افت کرده؟ بودو اومدیم بودو کجا میدی؟ خرید. شما چیزی نمیخوای؟ یه گلدون واسم بگیر، خوشگل باشه، آبی سیر.
میخوام توش گل بذارم. چش. یه چوب سیگارم برام بگیر. خوشگل باشه. خاتمکاری چیزی. سیگارم بگیرم؟ سیگار واسه چی؟ خطرناکه. نکشی ها. آدم سرطان میگیره میمیره. دیگه. همین. باشه. با اجازه. سلام آقا حسن. سلام. کجا با این عجله؟ من دارم میرم دنبال سروش. سروش هم مدرسه بیارم. سروش که مردیه واسه خودش. دنبالش میری چیکار؟ نه اون که مشکلی نداره. من یه مقدار به همسایه‌هامون تو این محل مشکوکم. اصلا برای همین مزاحمت شدم. وقت داری یکم صحبت کنی؟ آره. ببینم تو دقیقاً چی دیدی؟ آه؟ از سبکتکین و پسرش خودت دیدی که آدم بکشن؟ من یه چاله دیدم که یکی رو تو چال کرده. ببین بابک جا، من هر کمکی از دستم بر بیاد برات میکنم، ولی اما میشنوی بی خیال ماجره شد. شاید بیخوابی زده بود به سرشون، داشتن درخت میکاشتن تو باغچه. نه فکر نکنم درخت. بعد خودم دیدم اون جوونه و سبک خان آدم کشتن. اگه آدم کشن کار پلیس نه تو. اینجور خلافکاره ایت شاهدی رو زنده نمیذارن ها. نگی که به من نگفتی ها. ببینم تو چوب سیگار نمیدونی کجا میفروشن؟ چوب سیگار؟ چوب سیگار میخوای برای چیکار؟ سیگار نکشی سرطان میگیری میمیری. اینو دیگه همه میدونه. واسه کسی میخوام. سروشان چی شد؟ هیچی. شام حاضره. الان میام. مطمئنی نمیخوایی میز تحریر دیجا باشه که راحت تر باشی؟ نه همینجا خوبه. قبلا فقط نمیشستر از کار عمو بابکت در آورد، الان تو هم عجیب غریب شدی. پاشیم بیاین تا سرد نشده. به عمو بابکت هم بگو زنگوله از پاش باز کنه. بردنش؟ چیو؟ یا رو بردنش؟ نه امو، یه وقته یکم ترسناک میشی یا؟ من خوب بودم، اتفاق خاصی نیفتاد. چرا واسه شون پیتزا آوردن؟ دوباره پیتزا؟ روزی سه مرتبه پیتزا میخورن این آدم کشای اجنبی خارجی. خسته که نیستی؟ من؟ نه همین دو سه روز سختیشه. تا این که دارن جا به جا میکنم بوچشون رو بگیریم خستگیش تموم شده. یارو کیه؟ یارو یاروه دیگه، همونی که چالش کردن. اما از کجا میتونی میخوان جا به جاش کنن؟ چاره ای ندارن. موقع چال کردن یارو من دیدمشون. اگه به پلیس بگم کارشون تمومه. اما دو راه بیشتر ندارن. راه اول اینه که منو بکشن. راه دوم این که سری اون یارو رو جا به جاش کنن، از شهرش خلاص بشن. فکر کنم راه دوم رو انتخاب میکنن. یعنی امیدوارم. ما باید موقع جا به جا کردن یارو مچشونه بگیریم، وگرنه کارمون تمومه سروش. وقت احتمالا راه حل اول انتخاب میکنن. آخ 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 اومدن سراغمون. راه حل اول رو انتخاب کردن. Thank you.
شدن سر ایا؟ چرا شما آخه همتون یه جوری شدین؟ خوبی؟ آره خوب، چرا اومدم گفتم میام یه احوال پرسی بکنم، خاله سروش جان رو بپرسم. آره پس چیزی نمیخوری؟ ممنون، میل ندارم. چرا داداش، دوست نداری؟ چرا سروش جان، اتفاقا خیلی لذیذ شده. مرسی بابا. چیزی شده؟ نه بابایی، چی شده؟ چیزی نشده بابایی. خودتو لوس نکن، بخور دیگه. اصلا رژیم گرفتم، نمیخوام بخورم. میمیری داداش. آقا نمیخوام بخورم دیگه. خب این روزا چی میخوری؟ کوفت میخورم، درد میخورم، غم معشوق میخورم. ببخشید، من حتما باید جواب بدم. حالا چرا رفته دم پنجره داره صحبت میکنه؟ ول کنیم بیاییم بخوریم بابا. پاشو برو ببین چشه، من نگرانشم. سروش حواظ جمع کن دروازمونه، ولا کلکتو میکنم. سروش دارم میبرنش. سبک خان چیه؟ میگم این بران واضباش به جایی نخورم. من دو بخوره، دردش که نمیاد تو هم. آقا دو دقیقه تخمه نمیخوردی. چا چی کار به تخمه چه گذنه من؟ آخ بیا داغون شد. نه چیزی نیست بجو. حاطه نمیگم، اینو میگم. این که داغون نمیشه، این از این داغون در بدارش بلا. بجوش میشونی هم من بشینم اونده باشید. علی بابا این تخمم هم تموم شد. ها بریم، دو دقیقه برگشتیم. نمیشه، من بدون آفتاب گردون نمیتونم. خودم میرم میارم برات. سب آخه تو که نمیدونی کجاست. باش شدی که گربه اولاق درش بنداز را بیفتیم بگو. خاک بر سر بیورزه. من چی کار کنم؟ ده بیا پایین ببینم.
تو از اونایی هست که اگه بپرسن اسمت چیه دست پاچه میشی میگی سوسن. نگو اینا رو. همچین بدم نگفتم، بهتم میاد. برو خلش بده داشت بندازم. ده بجم بجم خلش بده. ده بجم. محسن باز کن. محسن محسن بابکم در رو باز کن. چی شده؟ من به یه شاهد بالغ و عاقل احتیاج دارم که خودم نباشه. میدونی الان ساعت چنده؟ من میدونم دیری وقته، ولی اگه بارون بیاد یه ماشین رد بشه یا یکی لگد کنه مدرک جان پاک میشه. چقدر قشنگه این، چه خوش رنگه این، چیه؟ لباس خواب بچم؟ دوست داری؟ چقدر راحتی تو. میخوای واسه بخرم یه دونه؟ ها؟ چطه؟ بروشی نمیشون بابا نمیفهم چرا؟ چرا؟ تو اصلا شبا میخوابی؟ ها؟ دارم دیوونه میشم، دارم مدرک جرمو بریم نشونت بدم. نه بیشیم بیشیم الان سنکوب میکنیم میمونی رو دستم. یه دقیقه صبر کن. بیا بیا اینو بگی بخور. این چیه؟ آبه. چرا این رنگیه؟ چه رنگیه؟ بی رنگه. خب باب همین رنگیه دیگه. بخور. ریختم اصلا همه چیم ریخته به هم بی رنگه دیگه. بخوری؟ خوب میشه. تو دکتر هم میری اصلا؟ تا الان رفتی دکتر؟ نه ولی دیدم بردنش. کجا؟ بردنش. دقیقا نفهمیدم کجا، فقط دیدم بردنش. دیدیش؟ چه ریختی بود؟ خب دقیقا ندیدم چون توی کیسه مشکی بود. پس چطور میگه چیز بود؟ خب به خاطر اینکه قد یه آدم بود کیسه، بعد یه چند تا لکه خونم از کیسه ریخت جلو ماشین قدیمی سبکان رو زمین. اصلا برای همون اومدم دنبالت که اون مدرک جمعه بهت نشون بدم. خب تو بشین اینجا، من خودم میرم میبینم. تو استراحت تو بکن، من میرم بررسی میکنم. اگه خون بود میام اینجا زنگ میزنیم به پلیس. خوبه؟ آره پلیس عالیه. آه؟ عالیه. مراقب خودت باش. یه موقع نامردا بلایی سر محسن نیارن. فاطمه منم بیا. همینجا رو میگفتی دیگه؟ آره نه نه آره 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 همینجا بود. توهم زدی پسر. چی خودم دیدم؟ چی دیدی؟ لکه خون. خودم بهش دست زدم. شاید این برتر بود یا صفحه یک مقدمه. هیچ فقط پیگیری مدرک که جرم ناامید نشه. خیلی نه اگه من برم بگیرم بخوابم. میدونم تو هم فکر میکنی من خولم. آره ببین بابک، چیزی که من فکر میکنم اینه که تو یکی از عاقل‌ترین و باوجدان‌ترین آدم های این شهر هرکی هرکی و بیدر و پیکری. خب خب فقط من الان خوابم میاد. باشه باش، برم بگیرم بخوابم، فردا با هم صحبت کنیم. برو بخواب. این لباس خوابت یادت نره برای من بگیری، همین رنگ مال خودت بگی. باشه فردا میگیرم بسید. تو هم برو یه خورده بگی بخواب. امو بک، امو بک، امو بک جانه. پس یعنی دیگه با بنبست خوردی؟
دیگه نه مدرک جرمی داریم نه سرنخی برای ادامه تحقیقات. شاید اینطوری بهتر باشه. اصلا به ما چه که همسایه ما قاتل و آدم کشه؟ ما یه عالمه سفارش عروسک داریم که باید انجام بدیم. ها خیلی ازت ممنونم بابک. خدا رو شکر همسایه همون هم خوبن هم بیازار. همش فکر میکردم که میزنی زیر قولت. قول؟ نه پس این دوزگیرید که باید زنی نزدن؟ من فکر کنم یکی از این شبا یه هم یان غافلگیرمون میکنن. خدا کنه. گم ببین چه خوبه که شما دوتا پسرهای خوبی شدین. خب پس شما به همون میدی؟ بله. حد قبلش باید یه کار کوچیک انجام بدی. شما جون بخواه آشغالا رو باید ببری سر کوچه ای که بعد میام میبرم. آشغال؟ آشغال؟ آره آشغالا. آشغال چطور شد باز؟ توضیح میدی؟ صفحه 119 تذکر 24. خیلی از مجرم ها چون فکر میکنن آشغالاشونو کسی نمیگرده مدرک جرمشونو تو آشغالاشون جا میذارن. منم بگردم؟ تو هم بگرد. اونه که فقط جعبه پیتزا آشغالش هیچ نداره. تو کار نداشته باش به این کار اصولش فقط بگرد. شما ساوردیم که سرعی ها اینجا نیست این آشغالا رو بند کردیم تو خونه. داری چی کار میکنیم؟ ها؟ اینا؟ آها واسه تحقیق همون جعبه پیتزا. بله پس چی؟ باشه اینجا رو مثل روز اولش تمیز میکنید. من دست نمیزنم آ. چشم. من خیلی ممنونم که این پروژه رو نجات دادی. ولی سروش انسان هیچ وقت نباید دروغ بگه. باش دیگه دروغ نمیگم. حالا همو میگی باید دنبال چی بگردیم؟ بله. نه نمیدونم دقیقا. همش جای پیتزاست. نگاه کنم اون از بس بیکارم میشینم با سس نقاشی میکنم. چی شدم او؟ پیدا کردم. با سوس نوشتن کمک. نامردا میخوان یکی دیگرم بکشن. آره کیو میخوان بکشن؟ نمیتونم. اون چیه؟ اون چیه سروشونو بده اینه؟ نمیم چیه؟ چوب سیگار؟ آخ فهمیدم کیو میخوام بکشم. کیو؟ همسایه روبرویمونو. اونو باشه چی؟ این چوب سیگارم مال اونه.
بودو بودو بریم تو رو برای تعریف میکنم. پاشو. اون زنه بهشون شک کرده و سروش دربست. اصلا برای همین هم پشت پنجره مینشست، برای اینکه کشیکشونو بده. اولا فکر میکرد من دربست، فکر میکرد من باشون هم دستم. الان میاد. آره آره الان باید سر. دربست دربست دربست. بودو بریم بودو. آقا بریم آقا بریم. احتمالا زنه دیده که دارن جسد رو جا به جا میکنن، اونا هم فهمیدن دزدیدنش که تو اولین فرصت بکشنش تو اون باغچه چالش کنن. آره سروش راستی داداش نگفتیم کجا میری؟ نگفتم. شما لطف کن به نزدیکترین کلانتری ما رو برسون. رو جوب چشام. از قاتل ماتل نیستین دیگه ها؟ آخه این دستکش ها و چاله چوله و صحبت قتل و بشین زله ما رو میتره کنگه. ببخشید راستی شما پلیس مخفی این دیگه ها؟ البته سروشم درستش این بود که ما با 110 تماس بگیریم. چرا تماس نگرفتیم؟ آخه تو اکثر کلانتری ها اسم منو گذاشتن تو لیست دیوانه ها تا میفهمن منم قد میکنن. اما یه افسری هست که خیلی منو قبول داره، خدا کنه نرفته باشه خونه. آی راننده لطفاً یکم سریع تر رانندگی کنید. من مطمئنم جناب سروان خونه نیست، باید بریم اونجا. اونجا واسه چی؟ برای اینکه خونه اون قاتلا اونجاست. من مطمئنم اونجا حبسش کردن. اول باید مطمئن بشیم که ناپدید شده، بعد بریم به دنبال اینکه ببینیم آدم دزدی کردن چیکار کردن. قربان نشد. چی نشد؟ جسارتا من در زمینه روانشناسی مطالعاتی دارم، هم از مکانیکی هیچ چی سرم نمیشه. عجب اشتباه کردم ماشین اداره رو نبردم. شما دیر میشه میکشنشا. بابا به این دلیل که یه قطره سس رو در جعبه پیتزا دیدی، اونم توی که تو تمام کلانتری تهران به عنوان جزام پلیس میشناسنت، نمیتونم برم خونه مردم رو تفتیش کنم، حکم ندارم. جواب خودت که دیدی خونه نیست. این شد دلیل. سلام. 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 سلام علیکم. سلام. چیزی شده؟ شما این محلی؟ بله. میدونید این خانم کجاست؟ بله. تو میدونی کجاست؟ آره. یه یادداشت از زیر در انداخته تو که یه چند روز میره شهرستان پیش داداشش اینا. مواظب خونه‌اش باشم، دوز اساساشو نبره، گلدوناشو آب بدم. خب به سلامتی، موضوع مختوم استیه. چی رو مختوم است؟ خب شاید کاغذ تقلبیه، باید بررسی کنی. راستی این لباس خوابو واسهت گرفتم. برو برو این طرف از اون کیسه پارانوی مخرزه. همون رنگی گفتم من. چی چی؟ توهم شدید. سایزش تنگم نمی. نه خوبه. اصلا که جام سروان چی بگم؟ اونجا خیلی پیچیده شد سروش. نفسرم دیگه به اون اعتماد نداره. دیگه فقط من موندم و تو موندی و من. شام حاضره. بکشید بخور. کجا داری میری سرایا؟ پلیس از پنجره دیدم. تو من قول داده بودی بابک. در نخونه آقا جونم اینا، تو دوباره از اینجام ننداختنمون بیرون. سریا هیچی نگو بابک. توی 3 سالی که عروسی کردیم 8 بار خونه عوض کردیم. بعد فقط مشکلی نیست، تو زندگیمونو با بازی کامپیوتری و فیلم پلیسی اشتباه گرفتی. کاش همون شب اول زنگوله رو پات بسته بودم. عمه جانم پلیس ها که رفتن، چیزی هم که نشده. امه جون ام بابا که تو میسپرم به تو، مواظبش باش. امه برم.
امو امو چرا بریم شام بخوریم؟ نه ساعت چنده؟ 12 نه امو من گرسنم نیست تو برو بخور که بخوابی صبح زود بتونی پاشی نمیه بریم ما هم دیگه بخوریم؟ خوب برو تو برم نکن این قطعه بسلی که امو زنگه کی گفتم اومد؟ پاشو سوری سوری تو چجوری اومدی تو؟ ول کن این حرفا رو بابا غیبش زد سوریا؟ چی غیبش زده؟ نام زدم ها؟ یادداشت گذاشته گفته داره میره خونه داداشش ولی چاخانه میخواست بره بهم میگفت امشب قرار بود با هم بریم رستوران یه طوری شده بابک داری زن میگیری؟ نامزدت کیه؟ هوروش هوروش کیه؟ بابا همین همسر روبرویتون دیگه داری با خانوم حویشام عروسی میکنی؟ خانوم حویشام نه هوروش آدم که مادر جدیدش اینجوری صدا نمیکنه یه بار دیگه تکرار شه تنبیه فیزیکی رو شاخشه حالا ول کنید این حرفا رو شام چی دارین؟ من خیلی نگران که میشم در زفه میگیرم نگران نباشد یک کار فوری برش پیش اومده رفته خونه داداشش فرصت نشده بگه کی؟ همین هویش و هوروش خانم اینو تو میگی که همیشه خودو به زمین زمان مشکوکی خونه داداشش نرفته تو از کجا انقدر مطمئنی؟ برای اینکه اصلا داداش نداره بایی تو چه نمیخوری؟ میخورم شما میخوری؟ بریزم خب نگفتی فریدون چجوری با این عوی هوروش خانم نامزد کردی؟ به تو چه؟ یعنی پولدار نیست؟ دروغ چرا؟ یه مایملکی داره اما واسه این نبود میدونی بابک این زن تو چشاش یه غمی داره که منو به هم ریخته باباش تو کار صادرات و واردات بوده تو یه سفر قاچاقچیای لب مرز باباشو میکشن از اون روز به بعد تفلکی اینجوری شده بابک اگه بتونی غم مردم رو درک کنی یا راحت به دلشون وا میشه ببین هول نکنی فریدونا این هوروش خانم رو دزدیدن میخوام بکشنش چی؟ نه من میدونم کیا دزدیدنش یا به اون جونه سالی؟ کار همین همسایه بغلیمونه من رفتم پیشمون افسره که بهم اعتماد داشت هر کاری کردم نتونستم بهش ثابت کنم با چه نشستید؟ پاشید بریم نجاتش بدیم ها؟ نه نمیشه باید قشنگ یه نقشه خوب طراحی کنم چی بگم آخه هرچی باشه این خلبازی تخصص توه بسی سوری کو چرا نمیاد شام من برم تحقیقات و بررسی و برای نقشه کشیدن شروع کنم همین قهر کرده رفته خونه آقا جون نه ای بابا این پسر امشب رمباد نگیری دیمار نکنه خوبه
دارو که هر کجا پیدا شد نصف شبی راه افتاده دنبال ما همه جا داخلی ما رو چوت میزنن. شطره رو نهید بگی سهمت از این کار میرسه. اینا چپشون پره، کسی که مزنه روزی سه وعده، اونا تو هر وعده چهار پنج تا پیتزا میزنه به بدن. مورد بعد مایه قلمبه تو جیبش باشه. مرتفقی که راستش شغل اصلی ما پیتزا دلیوری و این داستان هاست. آمار این تیری پادم ها دستمونه. نگاه به خونه قزمیتشون هم نکن، اینا همش فیلمه که من و تو رو رنگ کنن. ای ولدی اساسی، هرچی گیرم اومد هفتاد سی تخص میکنیم ریدیفه؟ فقط صداشو در نیاریم باشه. بابک چی شد پس تو که میخواستی بیدار بمونی نقشه بکشی که؟ بیدارم سرعی، بیدارم قبیح نشو فریدونم، پاشو اینکه زور شد. پسر یه وقت این مونه میزنی با فیلم ترسناکا. حسب که داری میای یه جعبه شیرینی با خودت بگیر بیا. شیرینی؟ شیرینی واسه چی؟ برای نجات و گروهش خانوم بهش احتیاج دارم. سریا نیمد؟ نه ببین بابک، باید یه تغییر جزمی تو نقشه بدیم. راستشو بخوای من دیشب تا صبح داشتم فکر میکردم. بابا تو که تا همین الان خواب بودی. گیر نده بچه، صبحونت رو درست کن تو. ببین بابک، من هرچی فکر میکنم و نمیتونم جون هوروشو بدم دست تو. مگه عروسی کردیم؟ کفریم نکن بچه. آقا ما هم شوخی نداریم که، تو یه تلاشه پروپیمون داری از سوتی دادن. اومدی ما یه جای نقشت اشتباه بود، میدونی چی میشه؟ وقت جون هوروشو، خودمو، خودتو، حتی این بچه نخود در آش من میفته دست یه عده قاتل که این تخم آفتاب گردون تو حیات خونهشون آدم میکارن. هوروش خانوم ظاهرا نامزد توه دیگه، باید حرف آخر تو بزن. ای این هم ماله توه. ای این همونی که از ما زدن که کجا بود؟ تو جیب من. اینه کی بست به پام؟ اینه کی دوباره به پام بست؟ عمه سرعیه گفته ببندم به پام. سر عجب جونوری هستی تو. میگم حالا شیرینی شرقمه بگیرم. من رفتم بابا. کجا میریم حسین جون؟ بابا زشته، من لباسم مناسب نیست، الانم دیر وقته، ول کن اصلا. ما از قصد این ساعت رو انتخاب کردیم که بتونیم اینا رو غافلگیر کنیم. لباست هم خیلی خوبه، مگه میخوای بری عروسی؟ بچه ما با یه شرایط خیلی ویژه الان روبرو شدیم. زنگو که بزنیم تو مرحله اول اونا حتما هوروش خانم رو جابجا میکنن. احتمال خیلی زیاد داره که چند تا جسد دیگه هم تو خونه باشه که اونا رو مخفی کنن. شاید هم اصلا زنده بیرون نره. خیلی خوب بابا، تو هم اگه اینا رو داری میگی که من کم بیارم کور خوندی. چون؟ بابا این حرفا چیه؟ اینا از اونجور آدم ها نیستن. منم به خودی از کار و زندگی انداختیم. اونجور آدم ها مگه کیان؟ یک بعد کار و زندگی نیست، خواب و زندگی این موقع شب. بعد بدین چیزی شفاف و سریع به من بگو، صورتم تو جمع نکن. برام بگو ببینم مطمئن این در ورودی همینه؟ اون دری که جسد آوردن بیرون زانبال کردن باشه این آریا قرمزه، یه در دیگه بودا؟ جسد کدومه؟ مرده کدومه؟ اون در پارکینگ، اینم در ورودیه. این دره یه مقدار مخروبه نیست، جوریه.
خوف داره انگار. خیلی خوب خیلی خوب، یه داره دیر میشه، شما بفهم برو زنگو بزن. به من چه؟ من احساس میکنم که مسئولیت این پروژه با منه، من باید چه وظایف کنم. یادتم نره الان هوروش خانم اونجا زندانیه، مگه نامزد شما نیست؟ به تو چه؟ میگم یارو یهو کجا رفت؟ اینطور که ما اومدیم تو فکر کنم طرف دستشوی لازم شد. کاشکی قبلش یه زنگ میزدیم، اینجوری خیلی بد شد. صفحه 60 تذکر 60، همیشه یه جوری باید عمل کنی و وارد بشی که طرف غافلگیر بشه. حالا چی باید بهشون بگیم؟ شما سعی کنین یه جوری سرشون رو گرم کنین تا من بتونم یه سر و گوش یاب بدم. تو این تاریکی میخوای دنبال چی بگردی؟ حالا عجله نکن میفهمی. میگم یارو چرا نیومد؟ بفرمایید. سرد میشه. از همسایه ها چه خبر؟ مهمون داشتی؟ شنیدم دو نفری تشریف نمیارن؟ سلام. سلام. خوش اومدین، خوش تشریف آوردین. شرمنده معطل شدم، دست به آب بودم. بفرمایید 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 بفرمایید. سوسا چرا چای نه؟ چای آره. دست شما درد نکنه. چشمایی بفرمید بفرمید بفرمید. نمک نداره بفرمید. نوشی جان از اوناش از اوناش. بفرمید بفرمید. برد دو تا چرا یکی؟ بفرمید. بز ده نگاه. آه خوبه آره. بفرمید.
باز که از این کاکاویی هست. برو بابا. حالا یواش یواش بریم سر اصل مطلب، که سخن دوست چی تر است؟ خوشتر است. به قول یارو گفتنی، ما اینجا جز سوسن دختر دنبخت دیگه ای نداریم. اونم انقدر نکبته که کسی رغبت نمی کنه بیاد خواستگاریش. پس باز خواستگاری نیومدی. خب من بگید که موضوع چیه؟ این وقتش هم اومدی مزاحم ما شد. بگید تا ما هم بدونیم. بگید ثبات خان، آقا بابا که از مردان نیک روزگارن، همسایه جدیدمونه. بابا بابا چون تازه اومدن تو این محل، میخواستن با اهالی آشنا بشن. مردم این محل هم که خودتون میدونین یه جورایی با غریبه ها مشکل دارن. این شد که اول آوردیم خدمت شما. بابا بابا فریدون خانم که دیگه نیازی به معرفی ندارن، از کسبه خوشنام و شریف صنف معاملات اتومبیل هست. اتومبیل بطول قرازه دارم، میخوام اسقاطش کنم، یه سمتش میگیرم. آره؟ آره، از این شاسی بلند تا که صندوق عقبش هم جا داره. خفقون بگید، مگه نمیدونی دوتا بزرگر دارن حرف میزنن؟ واسه تا حرف شما چی میدوی؟ اتفاقا سبک خان، یه ماشین دارم که انگ کار خودته. دنبال چیزی میگردی آقا بابک؟ جان دستشویی میخوام برم اگه امکانش باشه این خدمت شد. دست میخوای بشی تو باست چی اینجا؟ اینجا اون قدم کثیف نیست که بخوای دست بشیدی. دست به آب میخوام برم در واقع. دست به آب اونجاست اون طرف. بچه ببر مقاله بهش نشون بده گم نشه. نه نه من مزاحم شما نمیشم، من خودم میرم. لازم نیست، خودش پیدا میکنه. هلش کن. آره برو. خیلی خودت پیداش کن. میگفتی فریدون خان؟ بله بله، به حضور انور سالار خودم که شما باشی عارضم که این ماشینی که گفتم خدمتتون فنیش یکه، بندازش تو کوه کمر. آخ گفت مال من. بابا بابا مزنه قیمت چقدی هست؟ چه حرفی حالا؟ شما یه روز با آقازاده تشریف بیارید دم نمایشگاه، ماشین رو پسند بکنید، یه جور قیمت شما هم کنار بیاییم، فوقش از دمغز چکیش میکنیم بره پیکارش. یا حالا که اینطوره همین یکی دو روزه میام یه سری بهتون میزنم. چه شمایی سبک خان؟ بگم بچه برو این بابک خان کجا موند؟ یه وقت تو موال گیر نکرده باشه. چش نه 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 نمیخواد، طوریش نمیشه، این آدم سگجونیه. نه نه بذار بره، کارات محکم کاری نمی کنه، یه وقتی دیگه کرده.
هوروش خانم؟ آقا هوروش؟ چه؟ دست آب بالاست، خیلی اومده پایین. من داشتم میرفتم از دست با دست با؟ بله یهو 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 چی؟ یهو یه چی؟ یه صدایی شنیدم. صدای چی؟ صدای یه گربه بود. گربه هم که میو میو میکنه دیگه نه؟ بله بله تعجب کردم که چرا باید تعجبم داره بله یه گربه من داخل باشه داخله خب بعد برای همین کنجکاو شدم آها که یه گربه بله خب بله خب گربه رو میگفتی ها؟ چی شد زبونت گربه خورد؟ ها؟ چی شده بچه؟ آقا بابا جایی میری؟ یا داری از جایی میای؟ گربه نگفتی کدوم داری میری یا داری میای؟ بابک تو کجایی پس؟ از نمایشگاه زنگ زدن فریدون خان باید خودشو سریع برسونه سباکان با اجازه ما رفع زحمت میکنیم با اجازه پس سباکان من اون ماشینه رو میذارم دم نمایشگاه حتما تشریف بیارید ببینید نگفت گربه چی شد من از مهمون مزاحم اصلا خوشم نمیاد چی شدن اینا یهو هیچی یه کتک مفصل نجاتت دادم اومدی خونه این مردک خلوز رو میگردی اونم انقدر تابلو بابا این کلک دستشویتون کجاست دیگه توی هر سریال آبکی نشون دادن راست میگه دیگه خداییش نمه نقشه بکشم این بود باشیم به مخفیگاه قربانی ها نزدیک میشدیم نهیدی چقدر عصبانی شده بودن قربانی کدومه خونه مردم رو سرک میکشی اون وقت میخوای عصبانی نشن ببین بابک به نظر من اینا بهشون نمیخورد قاتل ماتل باشن خلوچل چرا اما آدم کشت نه چی شد به این نتیجه رسیدی؟ آدم هم ماشین زیر پاش میشه شناخت کسی که شاسی بلند اونم با صندوق عقب جادار میخواد بخره آمارش کمه که بخواد اهل قتل و اینجور چیزا باشه فکر کردی ماشین با صندوق جادار برای چی میخوان؟ باز چی؟ برای اینکه جنازه ها رو بچینن توش دیگه وسط کوچه آخه براسی ببین تو برو یه خورده استراحت کن این چند وقته هم فشار رو اعصابت بوده هم خوب نخوابیدی فرید خان حواست به این آقا بابک ما باشه دارمش خداحافظ این بابک میخوای بریم دنبال سوری رازش کنیم برگرده خوشحال میشی یا نه بابا نه من بهش قول داده بودم من زدم زیر قولم اصلا رو نشه تو چشاش نگاه کنم قصهشو نخور بذار دو سه روز بگذره خودم میرم دنبالش میارمش من آخر معمای این خونه لعنتی رو حل میکنم میدونم بریم بابا من فردا میخوام برم پیش پلیس اونا پی ماجرا باشن بهتره امو حالا بعد همین الان جلسه میذاشتی؟ آره امو جون برای اینکه مسئله خیلی مهمیه راست میگی؟ آرومتر سروش نمیخوام فریدون صدامون رو بشنوه چرا؟ چی چرا؟ چرا بابام صدامو نشنوه؟ برای اینکه من به همه مشکوکم بابام؟ به همه حالا باید چیکار کنی؟ نمیشه هر جوری هست باید برم خونه سباک خان باید بفهمم تو زیر زمین اون خونه چه خبره این دفعه دیگه باید منم ببری باید بمونی اینجا اگه اتفاقی برای من افتاد پلیس رو در جریان بذاری دارم مرکز ترمانده این عملیاتو میسپارم به تو میفهمی چه پروژه خطیری در اختیارته کوچکترین اشتباهی تو منجر به قتل و کشته شدن من میشه اما رو منم حساب کن نمیذارم کشته بشی
از خواب من پاره شد. من یادتون اومد؟ من توی اتوبوس شما رو دیدم، در مورد دزدگیری با تو صحبت کردم، پوشه بنبست و اینا. شما مالک خونه بغلی هستین دیگه؟ از کجا فهمیدی که من مالک خونه بغلی هستم؟ کی فهمیدی؟ بابا من مستأجر جدید شما، من بابک اسمم. اما رفت زودتر بازم رو کن دیگه. اما سه چهار روز به این پیرمرد بگم یه تکونی به خواهش بده، این خیالش نیست. ولی شریف این باورمی هرگز نهیده بودم. همین به بعد تو همه پروژه ها با همین. چی میگی تو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ بابا من جایی نشون کرده بودم. اینا خودشون همون خلافکاره کالی بالا تو کار قاچاق مواد این داستان ها. هر که با کارشون سرده میاره میانش اینجا ناکارش میکنن. پیر مرد بیچاره رو هم کشتن و همینجا دفنش کردن. کی رو؟ یعنی اون کسی رو که کشتن مالک همینجا بوده؟ آره. اونی که بله بله. سلام اردش خان، حال شما خوبه؟ چیزی تو چه نیست؟ تویی تو نیست؟ به همه دست حال تو سالم. بس تبریک میگم بازم بکن دیگه. تبریک میگم بهتون، ایشالله که خوشبخت بشی. من تو جریان هستم. اینا صدا داری میاد، صدا داری میاد، دارم میاد. بابا میخوای اول ماشین فریدون خانو بخریم که صندوق عقبش هم جا داره بعد بکشیمشون؟ نه میکشیمشون، همینجا تو باغچه چالشو میکنیم. اینا چشونه؟ اینا چرا اینطوره؟ از بس ترسو هم او اینا. خیلی بیا بیا بگی چیزی رو بگی. بگی میخوام این دفعه تو کارشونو بسازی. بگی نه این دفعه، نه این دفعه بعد میاد. خاک بر سرت، میدونستم ازت بر نمیاد. حیف اون همه چیز که بهت یاد دادم. خیلی خوب، خودم کارشو میسازم. خیلی خوب. نه خدا اینو باشه، خودش با پای خودش اومده اینجا واسه منم ادای فیلم های ترسه. بگیرم ازدکی. محسن دیدی راست میگفتم، اینا سه نفر رو پایین زندونی کردن، میخوام بکشن، منم میخواستم بکشن، من دفتشون در رفتم. آره راست میگفت. گفته بودم با این کارات خودتو بکشتم. میده تو با اینا هم دستی؟ آره آقا محسن باز حساب اینم برسیم ها؟ رئیسشون تو یاره؟ خب
خیلی خواب با کدومشون شروع کنیم آقا محسن؟ تیزش کردی؟ آره تیزه تیزه چه میدونم با این افتاب دوزه برو چشم آقا محسن افتاب دوزه رو میگه من میرم خودتون کارو تموم کنید رو چشم آقا محسن دستتونو برد بگم نکنه خواه اون چاپونو بنداز هر داستانی یه پایانی داره بالاخره شانس یه دفعه هم در خونه من بدچانس رو زد سروش که دیده بود خبری ازم نشده زنگ زده بود به سریا سریا هم دوست کاراگاه هم رو قانع کرده بود که بابا این دفعه خطر جدیه محسن رو داره دستش دستگیر شده دیرومرز قول داد وقتی از زندان آزاد شد دست از خلاف برداره فریدون و حوروش هم قرار ازدواجشون رو گذاشتن سریا هم مثل همیشه منو بخشید اما این آخر کارمون شب نبود از شرکتی که طرح دزدگیرم رو بهشون داده بودم همون طرحی که یه بار تو اتوبوس دستم ریخ زمین همون شب اومدن سراغم با پیشنهاد یه شغل خوب محسن تویی؟ تو مگه زندان نیستی؟